به همه شما دوستان عزیز سلام عرض می کنم به جلسه پنجم از دوره بررسی عهد جدید خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با رسالات صحبت می کنیم در برنامه های گذشته ما به پنج کتاب تاریخی عهد جدید نگاه کردیم که متا و مرقس و لوقا و اعمال رسولان باشه حالا می رسیم به رساله پولس به رومیان خب در عهد جدید باید بدونید که 21 رساله یا نام وجود داره که 13 تا از اونها رو پولس نوشته پولس این نامه رو به کلیسای در روم می نویسه در زمانی که پولس داره اینو می نویسه 20 سال هستش که پولس به خدمت بشارت انجیل اشتغال داره 20 سال قبل از نگارش این رساله هستش که پولس در راه دمشق با آن شکل خارق‌العاده با عیسی روبرو میشه پولس فردی مذهبی بود پولس فردی پیرو و شریعت بود فردی فریسی در مذهب یهود خودش بود و خودش هم اتفاقا عالم به شمار میرفت و از روی تعصب مذهبی،, مذهبی, هم که داشت می بینیم که چطور با مسیحیان دشمنی می کرد و به این فکر بود که این مسیحیان بر ضد شریعت خدا هستند و اتفاقا از رهبران یهود در اورشلیم اجازه نامه گرفته بود که به دمشق در سوریه بره و مسیحیان اونجا رو هم پیدا بکنه و تحت شکنجه و آزار قرارشون بده و در اون داستان میبینیم که وقتی که 300 مایل به جانب شمال حالا مسافرت کرده بناگاه در وقت ظهر نور شدیدی برش میفته پولس کور میشه و بر زمین میفته و صدایی رو میشنوه که بهش میگه شاول شاول چرا بر من جفا میکنی شاول البته اسم ابری یا یهودی پولس هستش برمیگرده میگه تو که هستی ای خداوند و جواب میشنوه من ایسا هستم که تو بر او جفا میرسانی پس از اون میبینیم که صدا بهش توصیه میکنه که به دمشق بره و در اونجا قرار بود که بهش گفته بشه که چه بکنه بعد به پولس گفته میشه که به عنوان رسول برای غیر یهودی ها انتخاب شده و باید بشارت انجیل رو به اونها برسونه پولس بلا فاصله بعد از سه روز به بشارت انجیل میبینیم که شروع میکنه و در هر جای دمشق اعلان میکنه که عیسی همون مسیح موعوده از همون ابتدا یهودیان با اون چه که پولس میگفت به مخالفت بلند میشن و او مجبور میشه که از اونجا فرار کنه مومنین او رو از دیوار شهر با سبد به پایی میفرستند و به این ترتیب پولس جان خودش رو نجات میده از این نقطه به بعد که خدمت پولس با عنوان مبشر کلام خدا شروع میشه پولس انجیل رو در امپراتوری روم بشارت بعد از توبه و ایمان خودش پولس مدت زیادی رو در شهر ترسوس که زادگاهش بود میبینیم که سپری کرد و بعد به توسط برنابا به انتاکیه سوریه فراخوانده میشه و شونه به شونه او به تعلیم نو ایمان ها همت میذاره و از همین نقطه هستش که بشارت انجیل رو به نقاط مختلف استان آسیایی امپراتوری روم که ترکیه باشه و همینطور اروپا و تا به یونان به پیش ببره پولس در تمامی این نواحی انجیل رو موعظه کردش پولس سه سفر بشارتی مهم انجام داد در سفر سوم برای او آشکار شده بود که خداوند ازش میخواد که در منطقه غرب به نقاطی دورتر سفر کنه حالا او میخواست که بشارت انجیل رو به اسپانیا ببره او نامه به رومیان رو از بخش غربی ترکیه به اونها میفرسته پولس تا حالا به کلیسای روم سفر نکرده بود و اونها رو ندیده بود کلیسای روم توسط پولس تأسیس نشده بود ولی بسیاری از افراد این کلیسا رو پولس میشناخت کلیسای روم با کلیساهای دیگه فرق داشت کلیسا در روم بیشتر خانگی بود ما اینو در فصل 16 این رساله شاهدیم پولس به اونها می نویسه که در راه خودش به اسپانیا به نزدشون خواهد اومد و از این فرصت میبینیم که استفاده میکنه که اون انجیلی رو که در عرض 20 سال گذشته به اعلان و بشارتش مشهور بوده به اونها هم بنویسه به فصل 15 آیات 17 و 19 رومیان اگه نگاه کنیم اونجا اینطور میخونیم پس به مسیح عیسی در کارهای خدا فخر دارم زیرا جرأت نمی کنم که سخنی بگویم جز در آن اموری که مسیح به واسطه من به عمل آورد برای اطاعت امتها در قول و فعل به قوت آیات و معجزات و به قوت روح خدا تا به حدی که از اورشلیم دور زده تا به الیرکن بشارت مسیح رو تکمیل موده پولس میگه که انجیل رو به شکل کامل به همه جا از اورشلیم تا به الیرکون که آلبانی فعلی باشه رسونده پولس چطور میتونست ادعا بکنه که انجیل رو به طور کامل بشارت داده خب پولس شیوه کاری خیلی ساده ای داشت انجیل رو اول به شهرهای مهم و بزرگ میبرد مثل افسوس، مثل قرنتوس، مثل انتاکیه و از این نقاط انجیل به تمامی حوزه های اون شهر و اون نقاط پخش می شود. پس پولس در استراتژی خودش در بنای کلیسا اول در مکانهای کلیدی سعی می کرد که بشارت رو انجام بده و بعدش این افراد محلی بودن که انجیل رو از اون منطقه به سایر مناطق اون منطقه پخشش میکردند پولس در بشارت خودش در این مکانهای کلیدی هم استراتژی خوبی داشت او بشارت کلام و ابتدا از میان افرادی شروع میکرد که به شنیدن کلام او رغبت نشون میدادند و برای کلامش باز بودن در زمان پولس معمولا این یهودیان بودند که نسبت به شنیدن کلام خدا باز بودند برای همینم پولس ابتدا کنیسه شهر رو پیدا میکرد و در روز سبت میرفت اونجا بر طبق سنت یهود معمولا به مهمان عالم اجازه صحبت داده میشد و پولس هم از همین فرصت استفاده میکرد و از عهد عتیق بشارت انجیل رو شروع میکرد و اونو به عهد جدید میکشون افرادی که در این شهرهای بزرگ توبه میکردن مسئولیت رسوندن خبر خوش انجیل رو به دیگر مناطق خودشون به عهده میگرفتن برای همینم پولس کلیسا رو در اون جاهای مهم تأسیس میکرد و پس از اون مؤمنین منطقه انجیل رو در آن حدود گسترشش میداد میبینیم که حالا پولس در صدده که انجیل رو به اون طرف دریای مدیترانه هم برسونه یعنی به اسپانیا هدف پولس از رفتن به روم کار بشارت و تاسیس کلیسا و این حرفا نبود او داشت به روم میرفت که از اونها دیدن بکنه و انجیلی رو که داشت بشارت میداد برای اونها هم توضیح بده تا بعد از اندکی استراحت در پیششون و اینکه از اونا حمایت مالی بگیره و بعد بره به طرف اسپانیا و به این شکل که پولس با کلیسای روم از انجیل فیض صحبت میکنه و ما بهترین توضیح رو در رابطه با اون چه که پولس موعظه میکرد ما در همین رساله داریم ببینید در فصل یک آیه 16 و 17 پولس چی میگه زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد اول یهود و پس یونانی که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان چنان که مکتوب است عادل به ایمان زیست خواهد انجیل عزیزان یک مکاشفه است مکاشفه ی عدالتی که از جانب خدا میاد پارسایی و صالحیتی که از جانب خدا میاد این عدالت و پارسایی برای اونهایی است که اونو با ایمان دریافتش میکنن پولس از این انجیل آر نداره او انجیل رو قدرت خدا میبینه برای نجات افرادی که در کوچه و بازارها در کلیساخان در مراکز فلسفی مثل آتنن، در مراکز تجاری مثل قرنتوسن انجیل قدرت خداست برای هر کس که ایمان بیاره انجیل یهودی نیست انجیل یه برای همه انسانها و پولس از این انجیل آر نداره این انجیل جهانی قدرتمنده مکاشفه عدالت پارسایی و صالحیت خداست و پولس در این رساله خودش به رومیان جزئیات این انجیل رو در مقابل چشم ما قرار میده وقتی که به این مکاشفه انجیل نگاه میکنیم میبینیم که صحبت پولس ابتدا به شکل منفی مطرح میشه واسه درک صالحیت و پارسایی خدا اول باید عدم صالحیت و پارسایی بشر رو درکش کنیم و پولس این مطلب رو در آیه 18 بیان میکنه که غضب خدا از آسمان مکشوف میشه بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی رو در ناراستی باز میدارند واقعا هم عجیبه که برای درک خبر خوش اول خبر بد رو باید درک کنیم واسه اینکه خبر خوش برای ما زیاد هم خوش نخواهد بود اگر نیازی رو که بهش داریم نبینیم چرا مردم نجات پیدا نمی کنن؟ واسه اینکه متوجه وضعیت گمراه خودشون نیستند برای همین هم انجیل باید کنار وضعیت گناهالود بشر گذاشته بشه و با هم در مقابل چشم او قرار بگیره. پولس برای توضیح وضعیت گناهکار و گمراه بشر سه فصل از رساله خودش رو بهش اختصاص میده اول در رابطه با غیر یهودیان صحبت میکنه اونها گناهکار هستن پولس میگه برای اینکه بر طبق نوری که بر اونها میتابه زندگی نکردند از آیات 18 تا آخر فصل یکی رو پولس میگه این نور مکاشفه ای هستش که خدا از خودش در طبیعت در مقابل چش اونها قرار داده طبیعت الهی خدا و قدرت ابدیش از طریق اون چه که خلق کرده در مقابل چشم بشر قرار داره ولی غیر یهودیان در جواب به این شناخت به جای اینکه خدا رو جلال بدن پولس میگه سعی کردن که این شناخت رو خفش کنند ببینید همه ما در ذات خودمون نسبت به وجود خدا آگاهی داریم همه ما میدونیم که خدایی هست اتفاقا مردم رو باید تعلیم داد که خدا نشناس بشن به خلقت نگاه کنید این محصول تصادف نیست درست مثل این ساختمون که تصادفی به وجود نیمده خود این بنا به بنا کنندش اشاره داره به خلقت نگاه بکنیم خودش از وجود خالقش داره صحبت میکنه بشر اینو میدونه و از این آگاهی برخورداره ولی بر اساس این آگاهی و شناخت متاسفانه زندگی نمیکنه. در این حال انسان وجدان هم داره و میدونه که باید از آن چه که میدونه پیروی کنه پولس میگه که این حقیقت در مورد غیر یهودیان خیلی خوب مستاق داره اونها شاید شریعت موسا رو نداشته باشند و اونو ندونند ولی در وجود خودشون خوب میدونن که دزدی غلطه قتل غلطه زنا غلطه اونها اعمال اخلاقی رو به دلیل کد اخلاقیشون که وجدان باشه به خوبی میدونن در آفریقا قبیله بود که دزدی در میون اونها صفت خیلی والایی به شمار می اومد و فکر میکردن که هر کس دزد قابلی باشه باید بیشترین ها رو داشته باشه. واسه همینم هم تو این دهکده همه تبدیل شده بودن به دزدای قابل. همه آرسن اوپن شده بودن. <applause> وقتی که به خونه های هم دیگه میرفتن می دیدن که مثلا یه چیزی افتاده به زمین اینا اونقدر قابل بودن که میتونست حتی با پاهاشون با انگشتای پاهاشون اونو وردارن و بدن به دستشون بذارن تو جیبشون از در برن بیرون واقعا که افراد این قبیله کلاه بردارای قابلی شده بودن و فکر میکردن که این کار ایرادی نداره این قبیله کنار دریا زندگی میکرد یه روزی تو افق چیز عجیبی میبینن یه کشتی جنگی بزرگ انگلیسی داشت به اون جزیره نزدیک میشد اونا تا به حال یک چین چیزی نیده بودن فکر کردن که خدایان دارن به ملاقاتش رو میان و اینجا بود که چیزهای عجیب و غریب اتفاق میفته چیزهایی که در ارز سالیان دزدیده شده بود حالا داشت از منازل این افراد رو میومد اشیایی رو که دزدیده بودن داشتن به صاحباشون برمیگردوندن و این در میون قبیله داشت اتفاق می افتاد که در اون دزدی یک صفت عالی و قابل احترام به شمار می رفت حتی همین قوم هم که دزدی رو امری خوب تصور می کرد وقتی که نوبت به جوابگویی در مقابل چگونگی زندگیشون رسید در مقابل خدایان اون کشتی انگلیسی داشت اینو بهشون القا می کرد اون موقع در درون خودشون می دونستن که دزدی بده عزیزان فرمان دزدی نکن بر قلب اونها نوشته شده بود ولی اونها مطابق اون زندگی نمی کردن. این حقیقت در مورد همه انسان ها مهم نیست که کجا زندگی بکنن صادقه اونها به وجود خدا از طریق خلقت آگاهی دارن اونها در درون خودشون وجدان دارن ولی مطابق اون زندگی نمی کنن. واسه همین هم غیر یهودیان گناهکارن و نیاز به نجات دارن مشکل اونها ندانستن نیست اطاعت نکردن از اون چیزهایی که میدونن خلی در رابطه با یهودیان چطور؟ پولس در این رابطه صحبت رو از فصل دو شروع میکنه اونها دو برابر گناهکارن اونها نه تنها گواه خلقت و وجدان رو دارن بلکه از مکاشفه مخصوص خدا هم که از طریق عهد و شریعت برخوردارن اونها ده فرمان رو میدونن اونو تعلیمش میدن ولی به اون عمل نمیکنن و واسه همینم دو برابر گناهکارن اونجاست که پولس حقیقت تلخی رو به اونها یاد آور میشه هیچ صالح نیست حتی یک نفر همه گناه کردند و از جلال خدا محروم هستند کسی پارسا نیست حتی یکی هم نیست هم از جلال خدا کم آوردن از اون استانداردی که برای پارسایی و صالحیت وجود داره ازش کم آوردن این حرف من به این معنی نیستش که بت خوب وجود نداره نه ولی بر اساس معیار خدا بت پرستی وجود نداره برای اینکه استاندارد خدا کاملیته چه کسی میتونه در مقایسه با این کاملیت کم نیاره بذارید یه مثال براتون بزنم افرادی که این روزا از تهران برمیگردن از بزرگی و عظمت برچایی که ساخته شده حرف میزنن اتفاقا چهارمون فیلم معمولیت غیرممکن تام کروز در کشور دوبه بود در اون بلندترین هتل برجی فیلم برداری شده بود واقعا هم که وقتی در زیر این برچا میستی و بهشون نگاه میکنی واو خیلی بلندن سر به فلک کشیدن اونقدر بلندن که ساختمون های کناری این برچه ها هر چقدر که بلند باشن در مقابل بلندی اونا کم بیارن ولی حالا بیایید بلندی این برچه ها رو با اون بلندی که ما با ما داره مقایسه کنیم اصلا قابل مقایسه نیستن وقتی که از ماه به زمین نگاه کنی زمین کره است حتی این ساختمون اصلا وجود ندارن بلندترین برج های انسانی هم در مقابل بلندی قدوسیت خدا کم میاره خدا و نیکویش هم به همین شکل عزیزان مهم نیست که چقدر خوب هستیم در مقابل نیکویی خدا خوبی ما و کارهای خوب ما کم میاره در واقع کتاب مقدس میگه که اعمال خوب ما تازه بسیار هم کثیفه اگر این حرف در مورد اعمال خوبمون حقیقت داره پس چقدر بیشتر در مورد اعمال بدمون عزیزان ما مشکل بزرگی داریم ما احتیاج به منجی بزرگی برای همین هم پولس نیاز داره که ابتدا از خبر بد صحبت کنه از وضعیت گناهکاری بشر و حالا پولس در ابتدای نامه خودش در مورد وضعیت گناه بشر صحبت میکنه و میگه که چه فرد مذهبی و چه فرد غیر مذهبی هر دو توی قایقن و تازه اون قایق هم در حال غرق شدنه و اینجاست که ما احتیاج به یک نجات دهنده داریم و خودمون به خوبی میبینیم که این کار روح القدسه که به ما آشکار بکنه که چقدر از میار الهی کم آوردیم خیلی از ما عزیزان اگه صادق باشیم خواهیم دید که باورمون این هستش که اشخاص خیلی خوبی هستیم همیشه میتونید اشخاصی رو پیدا بکنید که از شما بدتر باشن آیا شده با مردم از گناه صحبت بکنید؟ به محض اینکه باشون صحبت میکنید جوری حرف میزنن که انگار این مشکل شخص اونها نیست همسایه هم آقا همسایه واقعا آدم خیلی بدیه من که گناهی نکردم نه دزدی میکنم نه زنا میکنم نه کسی رو کشتم من گناهکار نیستم آخه خدا چرا نباید از من راضی باشه؟ خدا از من راضی <applause> خب همینجور حرفا نشون میده که کوری روزی رو که خبر بشارت انجیل رو شنیدید آیا هنوز به یاد دارید؟ یه روز رسید که شما هم همون چیزی رو دیدید که خدا دیدش و همون قلب شما رو شکست واسه اینکه قلب خدا رو اول شکسته بود اینو گفتم شهادت یکی از خادمین بزرگی خدا به یادم اومد هر هفته این شخص پشت سر هم به جلسات تعلیم کتاب مقدس میرفت به هنر موسیقی خیلی وارد بود و در سی سالگی اونطور که خودش میگه درآمد سالانش از یک میلیون دلار هم گذشته بود زندگی خوبی داشت در زندگی فقط چند مشکل کوچیک بودن که یکی همین این بود که زنش داشت ازش طلاق میگیره به غیر از این مشکل دیگه ای نداشت خب البته به فکر او همه از این مشکلات داره. مگه نه فکر میکرد شخص خوبیه یک شب در یکی از این کلاس های مطالعه کتاب مقدس یه روح القدس چشش رو باز کرد و دید که چطور قلب خدا رو شکنده دید که گناه او بر قلب خدا چی کرده و دید که گناهش واسه پدر آسمانی چقدر گرون تموم شده که حیات پسر یگانش عیسی باشه من دل خدا رو شکستم و اونجا بود که مثل بچه ها شروع میکنه به گریه کردن شلوارش جلوش از اون گریه ها واقعا دیگه خیس شده بود نیم ساعت همینطور بی اختیار از چشاش داشت عشق می ریخن. در اون لحظات میدید که خدا در او چی رو داره می ببینید عزیزان غمی که اینطور بر آدم میشینه اون غم هستش که ما رو به توبه میاره این شخص غمی رو که به خاطر گناه او در دل خدا بود حالا خودش هم میدید روح القدس جلی چشین را آورده بود و همین هم باعث شد که از خود خودش دست برداره از این فکر که آدم خوبیه و نیازی به منجی نداره از اون دست برداره و خالصانه به منجی اعتماد کنه این شخص به دنبال این حادثه چنان عوض شد که هر کس که در مقابل او یافت میشد به شارت نجات رزش ازش میشنید و در عرض ده دوازده سال می بینیم که بیش از دو هزار نفر از طریق به شارت انفرادی به مسیح ایمان میارن توسط با واقعا خدا رو شکر این فکر میکنید چطور اتفاق میفته حالا بیایید در این رابطه با هم صحبت کنیم سوال اینه چطور میتونیم صالحیت و پارسایی رو که نداریم دریافتش کنیم به کلامی که پولس در فصل سه آیات 21 تا 24 میگه گوش کنید پولس هم به یهودیان و هم به غیر یهودیان اینطور میگه لکن الحال بدون شریعت پارسایی و صالحیت خدا ظاهر شده است چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند یعنی پارسایی خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند زیرا که هیچ تفاوتی نیست زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجانا پارساش شمرده می به وساطت آن فدیه ای که در عیسی مسیح است عزیزان اون چرا که خودمون نمیتونستیم اونو به دست بیاریم خدا اون رو به شکل هدیه به ما عطا کرده پارسایی شو این حق که در حضور او بیستیم این یه هدیه است انجیل مکاشفه ای این پارساییه مکاشفه ای این صالحیته و به شکل هدیه برای همه کسانی که ایمان میارن عطا شده خدا چطور به این کار دست میزنه؟ به خاطر آن چیزی که فرزندش عیسی انجام داد برای اینکه این مطلب رو درک کنید لطفاً به هزاتی صحنه یه دادگاه رو تو ذهنتون مجسم بکنید این دادگاه جهت محاکمه ماست و در مقابل قاضی ما ایستادیم و با توجه به تمامی شواهد و مدارکی که در اون دادگاه بر علیه ما مطرحه محکومیت ما قطعیه اینو میدونیم و تازه حکمم صادر میشه ما محکوم شده ایم. و جزای گناه ما مرگه کسی که گناه میکنه خواهد مرد ما تحت این حکم قرار داریم ولی بعد اتفاق جالبی میفته قاضی که محکومیت ما رو به مرگ با دهان خودش اعلان کرده از پشت میز محاکمش بیرون میاد و میگه که من جزای گناه این شخص رو خودم خواهم پرداخت من جزاشو به گردم میگیرم و به جای او من میمیرم کاری که خدا کرد این بود او در فرزند خود عیسی مسیح جزای گناه ما رو بر خودش گرفت عیسی به جای ما مرد عیسی گناه نکرده بود او تقصیر کار نبود بلکه گناهان ما رو برداشت جزای گناه ما بر او و به خاطر همین هم که جزا پرداخت شده خدا میتونه ما رو بیگناه اعلان کنه به خاطر عیسی مسیح این حرف در مردم همه دنیا مستاخ داره ولی ما چه باید بکنیم؟ ما لازم داریم که اون رو برای شخص خودمون دریافتش بکنیم باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم برای اینکه این انجیل قدرت خداست برای هر کسی که ایمان میاره بخشش چه ارزشی داره اگه اونو باورش نکنیم اونو دریافتش نکنیم خدا ما رو عف کرده بهای این کار پرداخت شده بله البته که جزا و مزد گناه مرگه ولی هدیه خدا از طریق عیسی مسیح حیات ابدیه و هدیه رو باید دریافت کردش عزیزان واسه همین هم ما با ایمان پارسای خدا رو عدالت خدا رو در مسیح دریافت میکنیم و به خاطر همان هم بی گناه اعلان میشه این حقیقتا هم خبر خوشیه مخصوصا هم در نور خبر بدی که براتون قبلا گفتم همه گناه کردند همه به مرگ محکوم هستند ولی در ایسای مسیح اف و بخشش برای هر کسی که ایمان میاره ارزانی شده این انجیل فیض خدا به ما اون رو که مستحقش هستیم نمیده چیزی رو میده که بهش احتیاج داریم انجیل فیض اینه این اون انجیلی هستش که پولس موعظه می کرد دنیا از دینهای مختلف پره هر کدوم از اونها برای پارسایی و صالح شمرده شدن از جانب خدا طرق مختلفی رو عرضه می کنن. چه دین یهود باشه و یا دین غیر یهودی مثلا مذاهب شرقی برای همه اونها انجیل فیض میاد انجیل فیض مذهب انجام دادن این قانون و اون شریعت نیست خبر خوش این هستش که پارسایی و صالحیت رو از دستای خدا همچون یه هدیه دریافتش کنیم برای واسه همین هم عزیزان از طریق ایمان به مسیح ما چیزی رو به دست میاریم که به هیچ طریق دیگر نمیتونستیم اون رو به دست بیاریم ولی داستان به همین جا ختم نمیشه انجیل نه فقط قدرت خدا برای نجات هر کسی است که ایمان یاره بلکه چیز دیگری هم هست پولس در این رابطه در فصل 6 و 7 و 8 داره با ما صحبت میکنه ما نه فقط از مزد گناه رهایی پیدا کردیم بلکه از قدرت اون هم آزاد شدیم به فصل 6 بریم به آیات یک و دو پولس در اون در این آیات میگه که ما دیگر به زندگی گناه حالود ادامه نخواهیم داد ما نسبت به گناه مردیم پس چطور میتونیم درش زندگی کنیم ما نه فقط از مجازات گناه رهایی پیدا کردیم بلکه از اسارت اون هم آزاد شدیم اینه پیام انجیل به تمام و کمال حتما داستان اون زنی رو که در زنا گرفته شد به خاطر دارین. این اینکه چطور علمای مذهبی او رو در حین زنا دستگیرش میکنن و او رو نزد مسیح میارن شریعت حکم میکرد که کسی رو که در عمل زنا گرفتار میشه باید بسپارنش به مرگ رهبران مذهبی با این کارشون البته تلاششون بر اون بود که مسیح رو به طلب اندازن بیشتر ولی عیسی چی میکنه میبینیم که شروع میکنه روی زمین نوشتن خب مطمئن می... نیستیم که چی مینویسه ولی کاملا مطمئنیم که زمانی که سر خودش رو بلند میکنه و به اون زن نگاه میکنه بهش چی میگه مسیح بهش دو چیزو گفت من هم تو رو محکوم نمی کنم. تو بخشیده شده هستی تو از جزای گناهت بخشیده شدی ولی عیسی میبینیم مطلب دیگری هم بهش میگه برو دیگر گناه مکن تو نه فقط بخشیده شدی بلکه از اسارت یک چنین زندگی هم آزاد شدی عزیزان زمانی که به مسیح ایمان میاریم نه فقط گناهان ما بخشیده میشه بلکه از اسارت اون آزاد هم میشیم مسیح میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد در یوحنا فصل 8 آیه و عیسی در همین متن از آزادی از قدرت گناه میبینیم که صحبت میکنه <applause> نمیدونم شما هم این برچسبایی رو که روی ماشینا میچسبونن مخصوصا در خارج در ایران که خوب این رو نمیکنن ولی در خارج یه شارهایی رو چسبونن که بعضی جالبه بعضی از نظر الهیاتی غلطه بعضی‌هاش خوبن ولی من خوشم نمیاد و یکی از اون شارهایی که واقعا من زیاد ازش خوشم نمیاد اینه که میگه مسیحیان کامل نیستند ولی بخشیده شده هستن خب این درسته ما کامل نیستیم بخشیده شده هستیم ولی قضیه به اینجا ختم نمیشه از این به مراتب فراتر میره ما از قدرت گناه هم آزاد شده ایم. ما نسبت به زندگی در گناه انگاری مردیم مرده هستیم این امکان وجود داره البته که دستمون به گناه آلوده بشه ولی در گناه زندگی نمی کنیم بذارید این حرفمو با یه مثال براتون روشن بکنم ببینید یه خوک یه خوکه مهم نیست شما باش چی بکنید کماکان خوک باقی خواهد بود فرض کنید که ما خوکی رو از وسط گل و لجن بیرونش بکشیم و اونو با آب و شامپو و سابو حساس حسابی بشوریمش و بعد او رو سه چهار ساعت در اطریات بخوابونیمش آخرش یه پاپیون قرمز دور گردنش ببندیم و بعد رهاش کنیم فکر میکنه اون خوک چیکار میکنه وود دوباره میره به سراغ همون گل و لجن میدون چرا واسه اینکه خوکه این در ذات و طبیعتشه چطور میشه یه خوک عوض کرد خب لازمه که باطنی جدید بهش بدید قلبی تازه بهش بدید مثلا بیایید قلب یه گوسفند رو در جای قلب او پیوندش بزنید گوسفند حیوانیه که از گل و لجم بدش میاد خب اگه شما قلب اونو بردارید و در درون خوک بذارید خوک شکلش کماکان شکل خوک باقی خواهد بود ولی دیگه مثل خوک عمل نخواهد کرد البته که مثل گوسفند او هم ممکنه به گل و لجن بیفته ولی وقتی که میفته فکر میکنه چه میکنه در گل و لجن غلط نمیزنه ازش بیرون میاد سعی میکنه که خودش رو تمیز کنه واکنشی که نسبت به گل و لجن داره حالا عوض شده این حرف در مورد ما هم که انجیل فیض رو دریافت کردیم عزیزان صدق میکنه واسه اینکه از مجازات گناه رهایی یافتیم و همینطور از قدرت گناه هم ما هم ممکنه که به گناه بیفتیم ولی دیگه اونو توجیهش نمی کنیم نسبت بهش ناراحتیم و سعی میکنیم خودمون رو ازش تمیزش بکنیم خواهری رو داریم که الان خادم قابلیه مبشر زبردستی شده خیلی از این ایرانی ها رو در کلیسای ما به ایمان آورده خب یادم میاد که در یکی از این جشنای کلیسایی که داشتیم به کلیسا اومد و از همون اول مجلس آقا مجلس, مجلس رو گرفت دستش و اونو تبدیلش کرد به مجلس رقص آباس بالاخره بعد از مدتی این خواهر ما هم به مسیح ایمان آورد دو ماه بعد از ایمان آوردنش بود که با هم صحبت جالبی رو داشتیم میگفت در فریدون برام اتفاق عجیبی افتاده سعی کردم اون چیزهایی رو که قبلا در قبل از این دو ماه در زندگیم داشتم و از اونا لذت می بردم باز انجامشون بدم ولی بله میدونید دیگه لذتی برام نداشت من دیگه از این کارا خوشم نمیاد وقتی به گذشتم نگاه میکنم به این کارا ازش خجالت می کشم. خب خدا او رو عوض کرده او دیگه اون شخص سابق نبود که بتونه اون کارها رو انجام بده و کماکان ازشون لذت ببره او الان در مسیح خلقتی تازه بود با امیالی تازه او حالا خدا رو دوست داشت و این در مورد همه اونها که به درستی ببینید روی درستی دارم تاکید میکنم واسه اینکه کلیساهامون پر از افراد نادرسته و این در مورد همه اونها که به درستی به مسیح ایمان آوردن صدق میکنه وقتی که به مسیح ایمان میاریم و در آب وقتی که تعمید میگیریم دفن میشیم فکر میکنیم اونجا چه کسی رو دفن میکنیم اشخاص مرده رو اون انسانیت کهنه رو ولی ما مرده باقی نمیمونیم ما برای یک حیات تازه زنده میشیم وقتی که از زیر آب میایم بیرون این اون چیزیه که پولس میگه شما نسبت به گناه مردید دیگر در اون زندگی نکنید شما خلقت تازه هستید انجیل اینه قدرت خدا برای نجات آزادی از مجازات گناه و آزادی از قدرت گناه لطفا اشتباه نکنید این حرف من به این معنی نیستش که ما افرادی کاملیم این اتفاق زمانی که هنوز در روی این زمین هستیم پیش نخواهد اومد به آسمان که برسیم اونجا پیش خواهد اومد ولی آزاد شده ایم از قدرت گناه شیوه زندگی ما عوض شده ولی روزی هم میاد که ما از حضور گناه در زندگیمون آزاد بشیم این خبر خوش فیزه. خدا به ما چیزی رو عطا میکنه که بهش تیاج داریم نه چیزی رو که مستقش هستیم خدا به این صورت محبت خودش رو نشون داده محبتی که انسان رو عوض میکنه حالا با در نظر گرفتن این خبر خوش فیض ما چطوری باید زندگی کنیم پولس میگه کاملا متفاوت این اون چیزی هستش که پولس در پنج فصل آخر رساله به رومیان ازش صحبت میکنه با در نظر گرفتن فیض و محبت خدا به ما پولس میگه که کار منطقی ما این خواهد بود که بدنهای خودمون رو به او تقدیم کنیم ایسا بدن خودش رو در راه ما به عنوان قربانی گناه فدا کرد پولس میگه که لحاظا ای برادران شما رو به رحمت خدا استدعا می کنم که بدن خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید طرز فکر خودتون رو عوض کنید و اون موقع ثابت خواهید کرد که اراده خدا برای شما چی هست چه چیزی خوبه چه چیزی کامله چه چیزی مقبوله و بعد توضیح میده که این در عمل چطور خودش رو نشون